اشاره کردم که امروز 11 سپتامبر است. 14 سال پیش گروهی تروریست از کشورهای پیرامون خلیج فارس، عربستان و شیخ نشین ها و بیشتر عربستان زیر رهبری القاعده و رهبر اون که چند سال پیش کشته شد 4 هواپیما رو دزدیدند و این هواپیما ها رو برای یک کارزار بزرگ تروریستی از اونها بهره گرفتند و دنیا رو به آتش کشیدند. چرا میگویم دنیا رو به آتش کشاندند؟ چون پیامد رویداد 11 سپتامبر یورش نظامی ایالات متحده آمریکا به افغانستان بود و سپس به بهانه رویداد 11 سپتامبر دولت صدام حسین نشانه گرفته شد و بهانه ای شد برای دخالت نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق و ماجراهایی که پس از اون میدانیم و میشناسیم. جالب اینجاست که 14 سال پیش هنگامی که خبر این رفتار تروریستی به مردم در ایران رسید، بسیاری از شهروندان ما با شمع به خیابان ها آمدند و در روزهای پس از آگاهی از این خبر در همون شامگاه 11 سپتامبر در تهران و شهرهای دیگر با چشمانی اشکبار و شمع در دست پشتیبانی و همدردی خودشون رو با مردم ایالات متحده آمریکا نشان دادند و به راستی ارزشمند بود اون رفتار این ایرانیان در گوش و کنار جهان که به راستی نشان دادند که در غم از دست رفتگان در این رفتار تروریستی همسو و همدم هستند. کار بسیار ارزشمندی کردند. در کشوری که شعار مرگ بر آمریکا بر در و دیوار نوشته شده بود و شعار رسمی جمهوری اسلامی بود و چه بسا اگر اجازه میدادند و در پرچم در میان پرچم ایران قرار میدادند، مردم به خیابان آمدند و با شمع همدردی خودشون رو با این با از میان رفتگان این رویداد تروریستی اعلام کردند. به ویژه از همه اینها مهمتر همدردی خودشون رو با مردم آمریکا که دولت ایران مرگ بر آمریکا رو شعار رسمی کشور کرده بود اعلام کردند. امروز رفتم نگاه کردم ببینم که در کنار این واکنش بسیار با ارزش ایرانیان، دولتیان در اون زمان چه کردن و گزارشی رو یافتم چند سال پیش از مصاحبه‌ای که گفتگویی که سردار سرلشکر، ببینید اینا خیلی پیشوندهای بسیار بزرگ است، البته برخی از این افراد هیکلشون هم به اندازه پیشوندها بزرگ هست، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی که در اون زمان این گفته بود دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا یعنی رهبر و فرمانده سابق کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، همین آقای صفوی در یک گفتگوی با خبرگزاری فارس در مورد 11 سپتامبر اینگونه گفته، گفته حضرت آقا، یعنی رفته به دیدار آقای خامنه‌ای در اون روز یا در همون روزها، خب رهبر سپاه پاسداران بوده، فرمانده کل سپاه پاسداران در اون هنگام بوده، حضرت آقا مطالبی را به این مضمون فرمودند. البته مضمون رو مضمون نوشتن، ولی خب این دیگه سواد رهبران بزرگ جامعه ماست. به این مضمون فرمودند این حادثه مشکوک است که احتمال اینکه سران آمریکا و سران موساد پشت این حادثه باشد وجود دارد، ولی سپاه بایستی آمادگی های لازم را داشته باشد. آن زمان یعنی سال 2001 آقا به خود بنده درباره این حادثه فرمودند این احتمال هست که خود سازمان CIA و موساد پشت این حادثه بوده باشد. این درایت رهبر امروزی ایران است در واکنش به رویدادی که جهان رو شگفت زده کرده، به جای اینکه مانند مردمی که با شمع به خیابان آمده بودند
دست کم از راه انسانی همدردی خودش رو با کشته شدگان اعلام بکنه، میگوید که اصلا خود CIA و موساد پشت این داستان بودن، اونها آمدند و این کار بمبگذاری رو انجام دادن، حتما دستگاه امنیتی عربستان هم در این کار دست داشته. این اندیشه تنها از سر کسانی بیرون میآید که خودشان در این نوع کارها در سازمان دادن کارهای پنهانی و ترور مخالفان و ترور برانگیختن ترور در کشورهای مختلف دست داشته باشند. خیلی ها بر این باور هستند، از جمله در رسانه‌های غربی، که رویداد 11 سپتامبر سرآغاز یک دوران رشد جریان‌های تندروی اسلامی در دنیا بود. بنابراین من درست نمی‌اندیشیدم. تندروی‌های اسلامی، ترور به نام دین و به نام اسلام از 11 سپتامبر آغاز نشد. از رفتار اخوان و مسلمین در کوشش برای کشتن مخالفان یا کشتن محمود نقراشی در مصر در سال 1948-1327 آغاز نشد. تروریسم اسلامی از ایران آغاز شد. ما گاه باید به این بیندیشیم و راستگو باشیم. کشور ما بود که زادگاه تروریسم اسلامی شد. برای نخستین بار در تاریخ مدرن جهان، نه در دوران اسماعیلی یا دوران گذشته، در دوران مدرن، به نام خدا و به نام پیامبر اسلام و به نام اسلام، در کاخ دادگستری ایران در سال 1324، در اسفند 1324، زندیاد احمد کسروی رو کشتند. البته 10 ماه پیش از اون در اردیبهشت ماه کوشش برای ترور او انجام شده بود، ولی در اون هنگامی رفتار چند نفره بود، یعنی نواب صفوی و دستیار او با پشتیبانی چند نفر این کار رو انجام دادند. اما در اسفند، در 20 اسفند 1324، تروریسم اسلامی به عنوان یک رفتار پذیرفته شده گروه سیاسی تروریستی مورد پشتیبانی برخی از روحانیان ایران در ایران زاده شد، نه در مصر. برخی بر این باور نادرست هستند که فدایان اسلام زاده تشکیلات اخوان المسلمین بوده. اصلا این دو با هم پیوند و ارتباطی نداشتند. نخستین ترور فدایان اسلام در سال 1324 روی داد و سپس در سال 1328 هجیر رو کشتن و در سال 1329 رزمارا رو. نخستین که اون هم واکنشی بود به گویا رفتار حکومتی، نخستین ترور اخوان المسلمین در سال 1948 و سپس 49 انجام شد. در اون هنگام اخوان المسلمین یک گروه تروریستی 50-60 نفره مانند فدایان اسلام نبود. نزدیک به 1 میلیون نفر هوادار در مصر داشت، نزدیک به 200,000 نفر عضو داشت. یک جنبش اجتماعی بود، جنبش اجتماعی بنیادگرای اسلامی. اما فدایان اسلام یک گروه تروریستی بودند. این تندروی ها و بنیادگرایی های تروریستی اسلامی در کشور ما آغاز شد، به نام اسلام و شیعه‌گری در کشور ما آغاز شد و نخستین قربانی اون یک پژوهشگر و نویسنده برجسته به نام احمد کسروی بود. و تا به امروز هم بسیاری از شخصیت هایی که از جمهوری اسلامی بریدند و خودشون رو اصلاح طلب یا روشن فکر دینی اعلام می کنند و به راستی به ارزش های حقوق مدرن باور دارند و می دانم بسیاری از اونها به راستی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایدار و وفادار هستند، هنوز کشتن احمد کسروی رو به عنوان یک ترور محکوم نکردند.
این رو به عنوان جنایت بر نشمردن. چرا؟ چون این گرفتاری در بنیاد چنین نوع اندیشه هایی هست که شما اگر کافر فطری یا کافر ملی شدید، کافر فطری به ویژه، یا به جنگ با اسلام برخواستید، از نظر دیدگاهی حتی کشتن شما پذیرفته شده است. چند سال پیش آقای مهاجرانی کتابی، آقای مهاجرانی که امروز از دموکراسی و آزادی سخن میگویند، کتابی در این باره، درباره درستی فتوای آیت الله خمینی در کشتن سلمان رشدی منتشر کرد که با شادمانی بسیار میگوید که این کتاب امروز به چاپ 18 در ایران رسید. فدایان اسلام یک جریان تروریستی تندرو و خونریز در تاریخ ایران به شمار می‌آمدند. و در واقع باید گفت که دولت اسلامی کنون ایران از دل اندیشه فدایان اسلام بیرون آمد. نخستین بار که کتابی جزوه‌ای درباره پیدایش یک حکومت اسلامی در کشور ما به چاپ رسید، جزوه‌ای بود که همین نواب صفوی و یارانش درباره ایدئال حکومت اسلامی در سال 1329-30 در همون آغاز زمانداری زنده یار محمد مصدق منتشر کردن. و در اون کتاب دیدگاه خودشون رو درباره ای که چگونه باید یک حکومت دینی در ایران به وجود آورد آشکار ساختند. از این رو اگر شما نگاه کنید به جریانی مانند طالبان، القاعده و چیزهای از این دست، اینها خیلی دیرتر از آغاز تروریسم در کشور ما بوده. تروریسم به نام دین، این تروریسم به نام دین پس از اینکه هجیر و رزمارا رو پس از کسروی از پای در آورد، زنده یاد فاطمی رو نشانه گرفت. و یکی از کسانی که امروز به عنوان استاد دانشگاه، استاد تاریخ و اسلام در دانشگاهی درس میدهد، آقای حاج مهدی عبد خدایی که در اون هنگام 13-14 ساله بیشتر نبوده، از سوی همین فدایان اسلام برانگیخته شد که در ما در جریان سوگواری بر گور محمد مسعود، هنگامی که فاطمی سخن میگفت، او رو نشانه قرار بدهد و تیری به او رها بکند که تا پایان عمر هم زندیات فاطمی از درد این تیری که به او نشسته بود هیچگاه رهایی نیافت و برای عمل جراحیت رو به خارج از ایران رفت. و این محمد عبد خدایی بی سواد اون زمان که پدرش گفته بی سواد بوده، امروز از اساطیر و بزرگان حکومت در ایران به شمار می آید و رهبر سازمان فدایان اسلام. بسیاری از کسانی که در دوره سالهای بین 39 و 44 در ایران در فعالیت‌های اسلامی نقش داشتند، از دل فدایان اسلام و یا از شاخه‌های برآمده از فدایان اسلام بیرون آمده بودند. جمعیت مختلفه که ائتلافی بود میان سه گروه مسجدی در دو گروه تهران و یک گروه در اصفهان که آیت الله خمینی اینها رو به هم پیوند داد، بسیاری از سران اونها از جمله مهدی عراقی از جوانان وابسته به فدایان اسلام بودن و برای به جرم هواداری از فدایان اسلام و شرکت در کارهای اونها حتی به زندان افتاده بودند، همین حاج مهدی عراقی و بسیار دیگر از کسانی که از درون این نهاد بیرون آمدن، این تشکیلات بیرون آمدن. همین شیخ صادق خلخالی از جوانان سمپادیزان فدایان اسلام بود، البته جوانکی در اون دوران بیشتر نبوده، ولی از دل این حرکت هست که بخش بسیار مهمی از ساختار آینده جمهوری اسلامی زاده شد. کسانی که با کار ترور زندیات احمد کسروی کار خودشون را آغاز کردند، سپس به کشتن نخست وزیر اون زمان ایران یعنی حسن علی منصور پرداختند و به نام جمعیت مختلفه با فتوای یکی از آخوندهای عضو این حسن علی منصور رو کشتند. این جمعیت مختلفه سپس در جریان انقلاب 57 نقش و جایگاه برجسته‌ای داشت. امروز اگر شما به تارنمای رهبر انقلاب اسلامی
بنگرید، ایشان با افتخار میگویند که اصلا در دامن نواب صفوی و به دلیل آمدن نواب صفوی به مشهد ایشان سیاسی شدند. ایشان افتخار میکنند که پرورش یافته مکتب نواب صفوی هستند و جای افسوس و شگفتی بسیار هست که حتی در دورانی که 50 سالگرد اعدام نواب صفوی بود، کسی که شاهراه به نامش است و ایستگاه مترو به نامش است در تهران، همین آقای خاتمی هم که در اون زمان نماد استعداد بود، در برنامه 50 سالگرد کشته شدن اعدام نواب صفوی شرکت کرد و در فضیلت او سخن گفت. نواب صفوی و فدایان اسلام و اندیشه اونها بخشی از تار و پود حکومت اسلامی کنونی ایران است. 11 سپتامبر اگرچه رویداد بسیار دردناکی در دنیا به شمار می آید، باید گفت که این فاجعه ترور به نام خدا، ترور به نام اسلام و فضیلت شمردن ترور به نام دین از کشور ما برخواسته. من نمیگویم که اخوان المسلمین و یا القاعده و یا این بود داعش اندیشه های خودشون رو از ما گرفتن، از ایران گرفتن، خیر، میگویم که سنت این نوع رفتار از کشور ما برخواسته. خیلی پیش از آن که طالبان در افغانستان به قدرت برسند، طالبان ایرانی در کشور میدادند. از این روی همدردی ما ایرانیان با 11 سپتامبر اشکی بر زندگی خود ما هم هست، از سر ما آمده و گرفتاری که بر ما چیده شده. اما از درون این اندیشه و دیگر جریان‌هایی که در ایران، در جامعه اسلامی ایران، در میان بزرگان دین پا گرفته بود، بخشی از بزرگان دین، نه همه، جریان نیرومندی به وجود آمد که به یک جنبش اسلامی در آستانه انقلاب 57 تبدیل شد و گوی رقابت رو از همگان برید، از همه گروه‌هایی که در براندازی رژیم گذشته شاید دست داشتند و توانست دولت جمهوری اسلامی رو به وجود بیاورد. البته من بر این باور هستم که اگر به جای دولت اسلامی در ایران، عمیقا بر این باور هستم که چپ ایران هم قدرت گرفته بود، رفتاری بهتر از حکومت کنونی ایران نمی کرد. با اون داوری هایی که اون زمان چپ ایران داشت، نه سوسیالیسم دموکراتیک امروز اروپایی که بسیاری امروز به اون رسیدند، بلکه با اون دیدگاه سوسیالیسم شورایی و انقلابی که در اون زمان داشت، چه بسا همان گونه رفتار میکرد و همان دادگاه های انقلابی و داغ و درفش رو برپا میکرد. اما بگذاریم، امروز ما با پیامد یک نوع اندیشه برآمده از فدایان اسلام در کشورمون روبرو هستیم و رفتاری که یک گروه تروریستی در روز 11 سپتامبر انجام دادند، نزدیکی های آیینی و رفتاری زیادی با رفتار سران جمهوری اسلامی داره. من به این موضوع هفته آینده بیشتر خواهم پرداخت.